بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان محترم در خدمت شما عزیزا قرار دارم با یکی دیگر از مجموعه درس های مکتب تمدن امروز ما و شما در مورد مضمون جیولوژی سومین درس را میخوانیم درس امروز ما در حقیقت به ادامه خواص فیزیکی منرال ها هست و قرار است که ما و شما در قسمت شکل ظاهری و عکس عمل با تیزاب HCL یا که رقیق بخونیم که همین دو تا درس را که بخونیم ما و شما فصل اول از بخش اول را هم با خیر با هم دیگه خلاص کردیم موضوع شکل ظاهری ما یک مرور می داشته باشم به درس قبلی یادتان باشه درس گذشته در مورد جدول ماوس و در مورد سختی بود سختی بود اگر فراموشتان نشده باشه گفته بودیم که ما و شما میتونیم که یک منرال را بالای دیگر منرال بخراشیم و امی قابلیت خراشیدن یک منرال را به نام سختی زیاد میکنن و مهمترین مطلبی که ما تا به این لحظه به این کتاب خواندیم همی جدول هست که بازم میگم که شما باید اینی منرال ها را حتما حفظ داشته باشین همراه درجه سختیشون از جمله جدول هایی است که باید مکمل حفظ شود بعضی اوقات از شما پرسان میشه که مثلا ناخون آهنی سختیش چند است شما باز میایید میبینید که سختی ناخون آهنی چار است سوال اگر مثال بیاید که آیا توسط ناخون آهنی ما اپاتیت را خراشیده میتوانیم یا بله یا نخیر فرض که از ما کسی رقم پرسان بکنه میبینیم این چار و نیم است اپاتیت پنج است خیلی میگیم نخیر نمیتونیم این توانمندی را ندارد خب این موضوعی بوده که ما در درس, درس گذشته قسمت از این صحبت کردیم امروز میاییم در قسمت شکل ظاهری شما دو تا تصویر در دا اینجا داریم اول اینا رو ببینین یک مدل رو بینین و یک عکس تبیر از یک ماده بینین و اینجا شما یک شکل مکعبی رو بینین و در نهایت این رقم به صورت یک ساختاری که بر ما و شما جور کردن رو میبینیم ببین ای شکل مثل عزیز یا میگیم ای مثل عزیز و ای شکل که ما و شما این رو میگیم رومبیک که کلسیت است شبیه به ازمی است نوکایش اگر دقت کنین این شبیه به این ازمی میشه ببینین در قسمت شکل ظاهری این موضوع رو بر ما چه قسم توضیح داده گفته از خواص بسیار عمده منرال ها بوده که در تعیین و تفکیک منرال ها زیاد استفاده میشوند. شکل ظاهری به شکل کرستال منرال و یا شکل طبیعی منرال در طبیعت ارتباط می گیرد نکته خیلی مهم شکل ظاهری یعنی اینی شکل هایی که ما در اینجا گفتیم شکل های ظاهری چی در تعلق می گیره به شکل کرستال منرال این میشه شکل کریستال یعنی ذرات چه قسم کنار همدیگه قرار گرفتن همه که ذرات چگونه کنار یکی دیگه خود آمدن چینششان چه قسمی است این می باعث میشه که شکل ظاهری هم با اونمو ترتیب تعیین شود خوب یادتان باشه همیشه به با می ترتیب است اگر ما یک جسم داریم که شکل ظاهریش مکعبی است در حقیقت امو ذرات از او به قسم مکعب مکعب پالو یکی دیگه خود قرار گرفتن یعنی طرز چینش کرستال هایشان ذرات داخل کرستال با مو ترتیب است پس شکل ظاهری به شکل کرستال منرال و یا شکل طبیعی منرال در طبیعت ارتباط می گیرد. گفته شکل ظاهری برای منرال مشابه ثابت است. یعنی ما و شما اگر دو تا منرال داشته باشیم هر دو از یک چیز باشه. هر دوش نمک تعام باشه هر دوش به این شکل است. ولو که یک دانه نمک رو ما از آب دریا استحصال کرده باشیم به دست آورده باشیم از تبخیر آب دریا یکی دیگه از... معادنی که در دل سنگ ها و کوه ها هست رفته باشیم گرفته باشیم از لحاظ ساختار چون هر دو مربوط یک ماده میشه شکل ظاهریشان یک قسم است و شکل کرستال منرال هایشان هم یک مدل هست پس شکل ظاهری برای منرال های مشابه ثابت بوده زیرا بستگی به شرایط تشکیل آنها دارد بستگی به شرایط تشکیل به این خاطر که یعنی اون مو اتم هایی که همیشه کنار هم دیگه قرار میگیرن همیشه با مو یک مدل کنار هم دیگه قرار گرفتن بنابراین شما این مطلب رو به یاد داشته باشین که هر قسمی که شکل ظاهری است در حقیقت شکل منرال ها هم قسم است شکل کریستال هایش دوم دیگه اگر ما و شما منرال های مشابه داریم در منرال های مشابه شکل کریستال هایشان همیشه یک قسم است و شکل ظاهریشان هم یک قسم هست در اینجا برای ما و شما گفته که یک یادداشت داده گفته چگونگی تشکیل منر... تشکیل شدن منرال های حالت و کلسیت را از یک جا شدن اتم ها و یا آیون های آنها در شبکه کریستالی که در اشکال A و B نشان داده شده است دیده می توانید منظورشان این شکل ها است شما اینجا رو ببینید ذرات چگونه کنار همدیگه قرار گرفتن دقیقا شکلی که در اینجا تشکیل شده بعد بر ما و شما گفته که شکل هشتم فصل اول که شکل مکعبی حالیت را نشان می دهد، شکل مکعبی حالیت را نشان می دهد تمامی تمامی کرستال های آن مکعبی بوده و حقیقتا مکعب ها با رنگ سفید بوده اما از طرف چپ چپ عکس به طرف مرکز نسواری رنگ معلوم می شوند منظورشان خودم عکس است شما در اینجا دقت کنین ما و شما ای نمک کلا سفید است حالا این قسمی که عکس انداخته ای قسمت ها یک مدل گویا فهمیده میشه که ای شاید رنگ نسواری شکل داره کی به خاطر اون انعکاس نوری که یک مقدار در اون جلا ایجاد شده را به اون ترتیب آمده توضیح داده که اصل رنگ نمک یا سنگ نمک یا محالت سفید است و به این ترتیب اگر شما میبینین شو بخاطر که بعضی الان تصاویر نوری گپایش اینجا هم شما منرال های رو میبینین یک تصویری است کلش مکعبی است اگر دقت کنین حالا تصویر بزرگ شده بسیار زیاد یک مقدار کم کیفیت آمده این همو منرال های نمک است که در اینجا بر ما شما گفته که همو بازم توضیح داده که از یک طرف یک کمک رنگش نسواری معلوم میشه به این خاطر هست موضوعی که در اینجا گفته گفته بسیاری از منرال ها اشکال مشابه دارند شکل نهم را گفته شما برین ببینید شکل نهم شکلی است که به صفحه است چندین مینرال میتونه که دارای شکل مکعبی باشه پس میتونه منرال های مختلف یک شکل را داشته باشند که سه منرال دارای شکل مکعبی مشابه در تصویر برای ما شما نشان داده شما این سه منرال را ببینید سه منرال که هر سهش مکعبی است هم به شکل مکعبی است منرال بعدی ما هم به شکل های مکعبی است یک مقدار تصویر عکس کتاب به کیفیت هست دیگه امیدوار فهمیده شود و در اینجا هم اگر دقت کنین شما تصاویری که میبینین این اشکال به صورت مکعبی هستند خب این هر سه تا منرال است یعنی سه تا ماده مختلف است خواص فیزیکی و کیمیاییشان از همدیگه فرق دارد فقط شکل ظاهریشان یکسان است بنابراین در اینجا برای ما و شما در اینجا هم گفته که در این حالت شما می توانید برای تعیین و تفکیک منرال ها از سایر خواص فیزیکی منرال ها استفاده نمایید حالا ما و شما در اینجا سه تا منرال داریم هر سه منرال دارای اشکال مشابه از لحاظ ظاهری اما از لحاظ ترکیب فرق میکنه بنابراین ما میریم به سمت ترکیبشان از طریق ترکیب از لحاظ رنگ از لحاظ بعضی خواص های دیگه که در منرال ها وجود داره درجه سختیشان اثر خطشان که ما خواندیم میتونیم این منرال ها را از یک دیگه شان تفکیک کنیم در این سیدان منرال گفته که سه مینرال است یکیش هست فلوریت دیگه اش هست پایرایت و دیگهش اش هست گالینیت سه مینرال بر ما و شما داده خب این مینرال پایرایت است این منرال گالینیت هست و این منرال برای ما و شما گفته فلوریت هست سوال کنکور از این میتونه جور شود و داشته باشین که در جیولوژی تا سوال دقل در کنکور آمده و این بسیار اهمیت نشان میده که باید این ما و شما خوب نکته به نکته یاد بگیریم از هر جایش امکان داره که سوال آمده باشه سوال میتونه بیایی که شکل کرستالی گالینیت چه قسمی است؟ شکلش چه قسمی است؟ ما میگیم شکلش مکعبی است اگه گالینیت رو نگفته بود خب شاید پایرایت را بگویه یا فلوریت را بگویه یا هالیت را بگویه هر چاری از این منرال ها شکلشان مکعبی بود بنابراین شما میتونید که بافظه تان بسپارین و یک سوال مطرح کرده بود در اینجا گفته به شکل پنجم فصل اول مراجعه کنین که کوارتز را نشان میداد آیا میتوانید کوارتز را نظر به شکل چون رنگ های مختلف دارد تعیین کنید ما و شما میریم یک دفعه اون سفر را با همدگه دیگه میبینیم در اینجا دقت کنین اینجا می‌گیم کوارتز به چندین رنگ بود این شکل پنجم از فصل امی فصل اول میشه ما از طریق شکل آیا میتونیم که اینا رو بگیم که اینا شکلشان مشابه است که ما از شکل کوارتز رو با حافظه خود بسپاریم بگیم از روی شکل قضاوت کنیم خب دقت کنید اینجرا اینجرا مدل از تقریباً تقریبا استوانوی شکل است استوانه واری است کلشان مثل ستون واری یک قسم است پس شکل ظاهری میتونه اگر منرال ها رنگ های مختلف داشت شکل ظاهریشان یکسان بود تا یک حد اندازه ما میتونیم بگوییم که خب امکان داره امکان داره که اینا از یک جنس باشن مگم با وجود ازی با وجود ازی نباید که ما به شما مطمئن باشیم به خاطر چی مطمئن نباشیم به خاطر که ما در این شکل دیگه میبینیم که سه تا منرال با سه رنگ مختلف هم و سه تا منرال متفاوت است پس شکل ظاهری به تنهایی نمیتونه بر ما مشخص کننده خواص فیزیکی باشه نمیتونیم توسط از به این بشناسیم باید چندین موضوع در نظر بگیریم شکل درجه سختی اثر خط رنگ موضوعات مختلف رو در کنار همدگه مانده بعد از او میتونیم تشخیص بدیم که آیا دو تا سنگی که ما یافتیم مردو یک جنس است یا یک جنس نیست خب موضوع بعدی عکس عمل با HCL رقیق است میگه بسیاری از منرال ها با تیزاب رقیق HCL یا هایدروکلوریک اسید هایدروکلوریک اسید عکس عمل نشان نمیدهند زیادتر منرال ها رو وقتی ما و شما سنگ را مثال یک منرال را بگیریم هایدروکلوری اسید بالایش به چکانیم چند قطره ایچ اکسل العمل نشان نمیته اما هرگاه شما یک قطره از تیزاب رقیق نمک را بالای یکی از منرال های گروپ کاربونات بریزید جوش کردن آن را به مشاهده کنید. شما میتونید یک قطره سیل را بالای سنگ کاربوناتی مثال سنگ چونه، سنگ مرمر بندازین سنگ جوش میخورد اگر بالای یک توت سنگ ما و شما ایچ سیل رقیق پرتیم جوش خورد دیگه ما و شما میگیم این به احتمال بسیار بسیار زیادش کاربونات است که چون عکس با ایچ سیل کاربونات ها نشان میده و در اینجا بر ما و شما آمده گفته که جوش خوردن آن را مشاهده میکنید مثال های بارز منرال های کاربونات عبارت است از اینی منرال ها کاربونات داره کاربونات یا کاربونیت هم میتونیم بگیم مینرال هایی که در مابین ترکیبش اینی قسمت مشاهده شود سی او سی سی او سی در داخلش باشه سی او سی اگر این سی او سی وجود داشته نمیری کاربونیت میگن و مینرال منرال رو میگه منرال کاربونیتی یا کاربوناتی دولومیت دولومیت کلسیم داره مگنیزیم داره بعد کاربونیت است کاربونیت کلسیم و مگنیزیم و غیره چون دگام میتونه باشه گفته معمولا جیولوجیست ها با خود یک بوتل کوچک مملو از HCL را در تبراق جیولوجیکی خود در ساحه می داشته باشن حتما کسی که زمینشناس شناس است یک بکسک داره داخل از بکسک مواد اولیه شیست هم چیزایی که ضرورت داره بر تحقیقات خود و در کنار از او موادش حتما داخل بکسش تیزاب هست بخاطر خاطر که یک رای بسیار ساده است می سنگ که یافت میگه خوی شاید کاربوناتی باشه نباشه یک قطره بالایش میچکنه اگه جوش خورد میگه های حتما کاربوناتی است اگه جوش نخورد یا تغییر اید نداشت مثل که آب رو بندازی هیچ تفاوت نکرد میگه نه خیری کاربوناتی خو نیست اینال شاید یک گروپ دیگه باشه که با شامل یک گروه دیگه ما میتونیم بسازیم در گفته سایر خصوصیات یک منرال می تواند با تفاوت از منرال دیگر یک خاصیت جداگانه داشته باشد به طور مثال حالت با ذایقه شور خود تشخیص شده می تواند در حالی که ما چشیدن این منرال را در ساحه پیشنهاد نمی کنیم همچنان مگنتیت ای سی او چار با داشتن خاصیت مغناطیسی نسبت به سایر منرال ها متمایز می باشد به با این معنا که ما در کناری خواص های فیزیکی گفتیم که رنگ بود شکل ظاهری بود اثر خط بود سختیش بود در کنار این موضوعات در کنار از این موضوعات گاه گاهی میتونیم از طریق بعضی از خصوصیات که انوز دیگه ما نامش نبردیم هم بیایم مینرال ها رو تشخیص بدیم نمک را مثلا گفته شور است خب وقتی که ما یک مینرال رو میبینیم اگر از کردیم که کار اشتباهی است میفهمیم که نمک است و به می ترتیب سنگ هایی که آهن دارند میتونیم توسط تا مغناطیس اونها را از دیگه سنگ ها جدا کنیم. خب دوستای عزیز ای بود در مورد درس امروز ما و شما و امیدوار هستم درس را فهمیده باشین با پایان از این درس فصل اول بخش اول کتاب شما هم خلاص شده امیدوار هستم که از این فصل چیزی برداشت کرده باشین تا دیدار بعد همگی ایتان را به الله یکتا می سپارم